سلام و وقت بخیر. با آخر خط خوش آمدید. ادامه نگرانی های سازمان ملل از خطر داعش در افغانستان. آیا افغانستان در حال حاضر تهدید است و یا خیر؟ در ادامه نگرانی ها از حضور و فعالیت گروه های تروریستی در افغانستان، کارشناسان سازمان ملل متحد در گزارش بررسی اوضاع افغانستان حضور و فعالیت گروه های تروریستی در کشور گفته که تهدید القاعده، داعش و گروه های وابسته به آنان در افغانستان و افریقا بالاست. در این گزارش سازمان ملل آمده که داعش احتمالاً قصد دارد تا مرکزش را به افغانستان یا افریقا منتقل کند و داعش همچنان بزرگترین تهدید برای منطقه و جهان است. کارشناسان ملل متحد در بخش از گزارششان گفتند که داعش تاکنون موفق به انجام حملات در کشورهای همسایه افغانستان از جمله ایران و پاکستان شده و کشورهای آسیای میانه را تهدید کرده است. این در حال است که شورای امنیت سازمان ملل متحد اخیراً در گزارش گفته که القاعده در افغانستان حضور دارد و این شبکه 8 کمپ آموزشی جدید در افغانستان ایجاد کرده است. در سوی دیگر بریتانیا بار دیگر به شهروندان خود درباره سفر به افغانستان هشدار داد و از آنها خواسته که به افغانستان سفر نکنند. این در حال است که مقام‌های حکومت سرپرست در پیوند به نگرانی‌ها گفتند که گروه‌های تروریستی در حال حاضر در افغانستان سرکوب شده است و اجازه نمی‌دهد از خاک افغانستان هیچ کشور تهدید شود. حال پرسش این است که این نگرانی‌ها چقدر بجا و جدی است؟ نگرانی ها در شرایط فعلی چقدر بجاست؟ آیا داعش در افغانستان حضور دارد و یا خیر؟ و در نهایت در میان اطمینان و نگرانی ها مردم افغانستان چی را باید باور کرد؟ این و چند پرسش دیگر را از مهمانان شریک در بحث میپرسم. مهمانان من در این برنامه آقایان هر یک محمد سلیم پیگیر، رئیس حزب متحد فکری افغانستان، غلام سرور نیازی آگاه امور نظامی و نجیب الله زاهد استاد دانشگاه با ما در این آخر خط هستند. مهمانان عزیز تشکر که به بحث حاضر شدین. بحث را با آقای پیگیر صاحب آغاز میکنم. آقای پیگیر، حالا دیدگاه شما چی است؟ این نگرانی ها چقدر بجا و جدی است؟ سلام خدمت شما و دوستان ما که در بحث حضور دارن و بینندگان عزیز تلویزیون شما. ببینین نگرانی ها از کجا می آید؟ هر وادی که امارت اسلامی افغانستان با چین، روسیه و ایران یک کمک نزدیکی نشان می ده، نگرانی های کشورهای غربی زیاد و زیادتر می شه. و یا برعکس، اگر با کشورهای غربی نزدیک می شه، نگرانی های چین و ایران و روسیه اضافه تر میشه. افغانستان ده دو سنگ آرد مانده و جهانم به طرف چند قطبی شدن روان است. هر کشور میخواهد که قلب آسیا همراهشان باشه و از اینجا یک لغمه چرب و گرم و نرم برای خود بگیرن. بنان نگرانی های را که شورای امنیت، سازمان ملل و سایر ارگان هایی که مربوط همو کشورهای غربیستن اونا می نگرانی ها را که می کنن به این معنی نیه که ما ایره حرف ما تاییدی باشه که در افغانستان همه چیز گل و گلزار است، خیر خیرت است، هیچ حرف نیست. بله ما مشکلات خود داریم. آقای پیگیر، بله کارشناسای سازمان ملل حالا گفته که مرکز شهر داعش قرار است به افغانستان و یا افریقا منتقل بسازد. چقدر بستر فراهم است در حال حاضر به این دو کشور؟ ببینیم خوب، ما میشه گفتیم هیچ گروه تروریستی در جهان وجود نداره که یکی از کشورهای بزرگ او را اسپانسر نباشه. کشورهای کوچک آمنی یکی از کشورهای بزرگ و سازمان ملل نمیدونه؟ کل دنیا میدانه، کل دنیا میدانه که کدام گروه مربوط کدام کشور است و هر کشور. ببینید یک مثال بسیار کوچک برای شما میدم. چند روز پیش ایران هم حول بلوچستان پاکستان زد، باز پاکستان گرفت بلوچستان که مربوط ایران است. هر دوشان بلوچ ها را زدن. چرا زدن؟ ایران گفت دوجه بلوچای درست
که جدایی طلب است. حالا در افغانستان چقدر بستر فراهم است بگیرسد؟ برای فعلا ببینین، خب اگر ما امی دو نیم سال اخیر را ببینیم، امارت اسلامی افغانستان علیه داعش بسیار سخت هم جنگ کردن هم خوب مبارزه کردن، ولی به این معنا نیه که داعش در افغانستان هیچ وجود نداره. به خاطر عملات که میشه داعش به عهده خود میگیره، ولی او داعشی که باید یک قریه، یک ولسوالی، یک ولایت در انحصار خود داشته باشه و در اوجا حاکم باشه وجود نداره. و داعش اگر امریکایی ها میگه در امریکا وجود نداره، در امریکا وجود داره، در اروپا وجود داره. ببینین حوادثه که با چاقو میرن 5 نفر زخمی و میکشن، داعش به عهده خود میگیره، هم در امریکا هم در اروپا، شاید در اکثریت کشورهای جهان باشه و در افغانستان هم هست، فعالیت میکنن، نمی که شیعه مذهبای ما را میزنن میکشن، مساجد هم میزنن، دیگر گروه هایی که خوششان نمیه اوج انتحار انفجار میکنن، طبیعی که فعالیت های وجود دارن. بله، تاکید برای سرکوب است. گروه توریستی حضور آنچنان نداره، حاکمیت سرپرست امارات اسلامی همواره ایره تاکید کرده که افغانستان برای هیچ کشور خطر بوده نمیتانه. حالا با این اطمینان که میتونه، پس این نگرانی ها از کجا سرچشمه میگیره؟ ببینید، خب اگر ایواز امارات اسلامی ما باشیم، شما باشیم، هر کس، هر فرد، هر شخص، هر گروه دیگه که در حکومت به دستش باشد، دیگه گروه ها را اجازه نمیده که علیش مبارزه بکنه و فردا قدرت بگیره. این یک امر طبیعی است، هیچ گروه اجازه نمیده که در دولت باشه دیگه گروه ها را اجازه بده که علیه ما، شما و یا علیه کدام کشور دیگه که فردا خطرش به بی دولت خودشان باشه، اونا را اجازه بده که شما فعالیت بکنید. طبیعی است که امارت اسلامی افغانستان علیه از اونا جنگ میکنه و نشان دادن که در طول دو نیم سال علیه از اونا جنگیدن، خصوصا علیه داعش. ولی یک موضوع را خدمت شما کوتاه عرض می کنم، افغان ها عساکر بین المللی نیستن که به اشاره پاکستان تی تی پی را بزنه و به اشاره ایران داعش را بزنه و به اشاره امریکا یک گروه دیگر را بزنه، به اشاره چین یک گروه دیگر را. ما عساکر بین المللی نیستیم. اگر مشکل تروریسم بین المللی مشکل جهانی است، پس بیاین که به سطح جهان در موردش تصمیم بگیریم. تشکر. نیازی صاحب، دیدگاه برداشت شما از گزارش کارشناسای سازمان ملل چی است؟ آیا واقعا نگرانی ها بجا و جدی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام با شما، به مهمانان حاضر در بحث و بیننده ها و شنونده های شما. ببینن بیان که اول یک تعریفی از داعش بکنیم که می داعش چی است. داعش همونطور که از نامش پیداست به معنای دولت اسلامی عراق شام، از همین چهار حرف تشکیل شده. از زمانی که امریکایی ها در عراق حمله کرد این سازمان پیدا شد و بعد از دو هم تقریبا همه حملات از جا خصوصا در افغانستان بالای مردم شریف هزاره ما بوده، بالای اهل تشیع. خوبی که جهان چرا قدر نگرانی داره، سوال ما این است که زمانی که ایجا امریکایی ها جمع کشورهای ناتو با تمام ساز و برگ نظامیش و همچنان در حدود 400 الی 500 هزار نیروی امنیتی افغان که تمام سلاح‌های مدرن زمینی و هوایی و ثقیله و خفره اینا در دسترس داشتن، شما باید دارین که داعش در ولایت شرقی افغانستان، در کنر، در ننگرهار، در خوست ساحات بسیار وسیع را تسلط خود داشت و در اوج اینا حکومت میکردن. سوال در اینجاست که چرا در وقت سازمان ملل و یا شورای امنیت سازمان ملل نگرانی نداشت که امروز هیچ ولسوالی، هیچ قریه در افغانستان ما سراغ نداریم که به دست داعش باشه و داعش در اونجا حکومت کنه.
اگر اینا آدرس را داشته باشند بفرماین امو آدرس را بگوین افشا کنند که امطور که امارت اسلامی بارها گفته که ما از خاک افغانستان به هیچ گروه اجازه نمیتیم که فعالیت های تروریستی بکنه و دیگر کشورها را تهدید بکنه. بنان باز وظیفه از ایناست که اینا را نابود بکنه. اگر باز اینا اقدام نکردن باز جامعه جهانی حق داره که حتی مداخله بکنه. ولی که ما به چشم سر میدیدیم و میشنیدیم حتی رئیس جمهور ما، والیای ما، قماندان های امنی ما از طریق امیر رسانه های شما اعلان کردن که از زمانی که امریکایی های جبون که شب هنگام تیارات می و گروه های تروریستی را گروه داعش را از در حال حاضر حالا مسئله دو کشور است که قصد داره احتمالا مرکزش را به افغانستان و یا به افریقا انتقال به منتقل بسازه. حالا بسترها در کجا بیشتر فراهم است در شرایط فعلی؟ خب ببینین، فقر، بیکاری، بیسوادی خودش یک بستر بسیار خوبی است برای رشد داعش. اگر جامعه جهانی واقعا میخواهد که با این گروه در افغانستان و دیگر کشورها مبارزه کنند، اینا میتونن که اینمی پدیده هایی که باعث بروز داعش میشه یا بستر خوبی که برای داعش ایجاد میکنند در این راستا مبارزه بکنن. شما ببینین امروز اگر یک کسی اولادش گوش نباشه و کارم نباشه او مجبورت به این گروه های تروریستی به خاطر پنج پماش میره و کار میکنه امرایشان. خب در حالی که جامعه جهانی بعد از آمدن طالبا یک حبه، یک دینار، یک دلار، یک ایرو در مبارزه با داعش به خاطر مبارزه با تروریسم به حکومت افغانستان نپرداخته و بازم و هیچ نوع امکانات تکنیکی و مادی را برای اینا مهیا نساخته، همکاری نکرده، با چطور اینا توقع دارند؟ در حالی که شما با مو تمام قوت های ناتو و امریکا و قوت های امنیتی افغانستان نتانستن که با داعش مبارزه بکنن. پس امارت اسلامی یا چارت طالبه که بدر اینا هیچ نوع امکانات ندارن، حتی تیارات کافی یا شما در وقت میدین که از تیاره های درون و تیاره های بسیار مدرن در مبارزه با داعش استفاده میشد، پول های بسیار گزاف در این را به مصرف میرسید. امروز یک هوا و یک دینار نه کمک میکنن و نه مسائل تکنیکی را اینا کمک میکنن. خیلی چطور اینا توقع دارن که داعش در افغانستان از بین برده شد؟ اگر اینا واقعا اراده داره اما در با نظام جمهوری کمک میکردن با امی حکومت فیلی امینا در این راستا کمک و همکاری بکنن. نه تنها که کمک و همکاری نمیکنن، حتی تعداد از کشورهای هست که امیر داعش و سایر گروه های تروریستی پرورش میکنه و با افغانستان میفرستن. تشکر نیازی صاحب. برمیگردیم زاید صاحب، دیدگاه شما چی از تحلیل شما از گزارش کارشناسان سازمان ملل متحد چی است که اونها تاکید بری داشتن که قرار است یا احتمالا مرکزش را به افغانستان و افریقا انتقال بده گروه داعش؟ بسم الله الرحمن الرحیم. در طول دماغ از خپل سلامونه و نیکی هیلی تاسو تا و جنابی پیگیر صاحب و نیازی صاحب تا او ستاسو در تلویزیون دلاری نه در افغانستان پول مسلمان ملت تورندی که اومه او الله ندا غوښتنه کوم، الله ته دا سوال کوم، دا دعا کوم چې الله جل جلاله د نور دغه ملت د ټولو مصیبتونو نه وساتي. جناب محمدی صاحب، لکه څنګه چې دوستانو ورته اشاره وکړه، هم زه د دوستانو سره په اکثرو خبرو کې موافق یم او هغه دا دی چې په افغانستان کې د داعش او یا د داعش د خراسان ډله یا برخه دا په فزیکی او عینی شکل سره شتون نه لري، بلکې په صورت کې شتون لري. او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې داعشی مفکوره او هغه فکر او هغه عقیده او باورونه چې داعش لري، لکه څرنګه چې ستاسو یو میلمه ورته اشاره وکړله، دا په ټوله نړۍ کې دا مفکوره او همدا اوس شتون لري. په غربي نړۍ کې هم شتون لري، په شرقي نړۍ کې هم شتون لري، په ټوله ځمکه کې تقریبا دغه مفکوره شتون لري.
خدا دی هغه خلک چې دغه مفکوره لري او بیا صلاة لاس نه وروي او مسلحانه مبارزه نه کوي، وسلواله مبارزه نه کوي، دا بیا ځان ته خبره ده. په مجبور کې ویلی شو چې په اوسنی وخت کې دغه غږونه چې پورته کیږي، لکه څرنګه چې پخوا دغه غږونه پورته شوي وو او بیا یې حقایق ښکاره شوي وو چې حقیقت نه لري، نو اوس هم دغه غږونه د همغو غږونو په سیر باندې پورته کیږي او بیا به ثابتیږي چې دا حقیقت نه لري. لکه د مثال په ډول سره زه تاسو ته وایم، د طالبانو په پخواني نظام کې ټول نړۍ دې پسې ولګېدله چې اسامه بن لادن په افغانستان کې دی او دغه یو حیله ونیوله او د افغانستان په خاوره باندې حمله وشوه. کله چې د افغانستان په خاوره باندې حمله وشوه، نو بیا اسامه بن لادن دا په د پاکستان په ایبټ آباد کې پیدا شو. بله زید صاحب، اوس مثلا دلته د سوال دلته پیښېږي، سوال هم دغه شتون نه لري. تاسو ویل داعش او القاعده او نورې تورستی ډلې، ولی دغه اندېښنې تر اوسه موجودې دي؟ دغه اندېښنې تاسو په آن ویل باعث کې په همدې کې دا حمله وکړي یا مثلا نور موارد راسي په افغانستان باندې په سیاسي اوضاع باندې، نو ولې دا اندېښنې تر اوسه جریان لري؟ څه باید اوسې دا اندېښنې پای ته ورسېږي او څه کارونه باید انجام سي؟ لکه څرنګه چې تاسو ګرانو میلمنو ورته اشاره وکړله، کله چې د افغانستان دغه جغرافي موقعیت په دې اړه باندې د ځینې هیوادونو توجه زیاتیږي او غواړي چې دلته کار وکړي، دلته سرمایه ګذاري وکړي او خصوصا د حاکم نظام سره د هغوی روابط ښه کیږي، نو په دغه وخت کې د ځینې نورو هیوادونو سره دا تشویش پیدا کیږي چې دغه سیمه زموږ د لاس او زموږ د کنټرول لاندې نه وځي او موږ باید دلته خپل هغه اغیز او خپل تاثیرات ولرو. نو بیا داسې غږونه راپورته کیږي لکه څرنګه چې اوس موږ او تاسو او ورودا یو علت دی. دویم علت دا دی چې کېدای شي په دغه بانه باندې ابتدایي خبرې شروع شوي وي چې خدای نخواسته لکه پخوا چې څنګه په افغانستان باندې حمله شوې وه، همدغه بهانې وي چې اوږدیږي او بیا په دې باندې بحثونه کیږي او په دې باندې سیاسي تبصیرې کیږي تر دې حده پورې چې عمومي افکار دې ته برابر شي چې بیا داسې یو کار ته لاس واچول شي. په مجموع کې اساسو د پښتنې دویم هغه برخه دا و چې داعش په افغانستان کې وده کوي او دلته خلک داعش طرف ته ځي او یا د داعش غړیتوب اخلي. زه دلته ډېرې یوې مهمې نقطې ته اشاره کوم او هغه دا دی چې حاکم نظام ته زما پیام دا دی او طالبانو ته چې څومره وس او توانم چې وي د دینی مدارسو په درسي منهج کې په درسي نصاب کې تغیرات راولي. که تاسو همدغه اوسنی نصاب چې په مدارسو کې لوستل کیږي که دغه په همدغه حالت کې روان وي، نو دا یاد لرئ که ستاسو خوښه وي او که خوښه نه وي، دغه ځوانان چې تربیه کوي تاسو په دغه دینی منهج او دینی نصاب باندې، دا به په خپله ځي د داعش طرف ته. او اصلي علتونه هم لکه څرنګه چې ملګرو د بحث اشاره وکړه، فقر دی او د خلکو بې سوادي ده چې خلک نه پوهیږي چې د چا سره لاړ شي، د څه دپاره لاړ شي او ګټه څه ده او تاوان څه دی. مننه پایگیر صاحب. حالا نگرانی اخیر شورای امنیت در مورد القاعده بود، گفته که 8 کمپ آموزشی جدید در افغانستان داره. حالا نگرانی ها بیشتر شده میره روز به روز، افزایش پیدا کرده میره. شما دلایلش را گفتین که حالا نزدیکی امارات اسلامی با چین، حالا با روسیه و با ایران و کشورهای دیگه میتونه که این نگرانی ها را افزایش بده. چرا حالا تعامل چین یا تعامل امارات اسلامی با چین این همه نگرانی ها را افزایش داده؟ چند موضوع خدمت شما عرض کنم. خب افغانستان یک کشور بسیار زیبا، بسیار غنی، همی اکنون ما شما 15 کشور سرمایه دار دنیا هستیم. ای که چقدر غربت است سر ازی بس نمی کنیم، ولی همی جغرافی افغانستان بسیار زیاد غنی است. جنگ سر پوستین است، باور به خدا کنی، یعنی می کشورهای و شمول همسایه های بد نیک که داره در مجموع می خواهند که یکان چیز بدست بیارن. یکی بهانه می کنه که تروریست است، القاعده تروریست است. همی در سطح بین المللی شما تعریف از تروریسم دارید؟ پیش اسرائیل سازمان آزادی بخش فلسطین تروریست است.
پیش امریکایی ها هم یکنون طالب ها که در حکومت هستند در لیست سیاس در لیست تروریست هاست. نه تنها در امریکایی ها، پیش اکثریت کشورهای غربی و شرقی، حتی با اون کشورهایی که سفیر دارن همون ناتو همین روسیه در لیست تروریست هستند. ما تعریف نداریم از تروریسم بین المللی، در سطح بین المللی نداریم. هر گروه هر کس که جور کرد به او، کسی که جورش کرده بر از او قهرمان است، علیه کسی که می جنگه او را تروریست میگن. و سازمان ملل قبل از اینکه در مورد افغانستان باید بحث داشته باشد، به سطح بین الملل ما باید تعریف داشته باشیم که تروریست کی هست که نداریم. ببینید داعش هم میگن، بیشتر دوستای ما مشاره کردن که دولت اسلامی شام عراق، آیا او دولت اسلامی شام عراق از شام عراق ایجا آمد؟ نه، همسایه ما پاکستان یا گروه رو جور کرد به نام داعش، روان کرده میره میشه برو بکش. او داعشی که در شام عراق بود، او داعش که تا اینجا پرش می سوزه که بیه. این گروه هاییست که کشورها جور می کنن علیه یکی دیگه. در مثل که در طول 44 سال گروه ها جور می شد علیه ما استفاده می شد، امروز همون هر جریان داره. چند روز پیش در ترکیه یک کشور هم نست، ولی دیدیم که یک گروه از داعش اونجا دستگیر شد. یعنی قابل نگرانی نیست تهدیده که حالا سازمان ببینید. من هیچ وقت نگفتم ببینید، خب تهدید است، ببینید یک تهدید مواجه است. محمدی صاحب گرامی، خب این می کشورها که اعلامیه ها میدن که داعش بزرگ میشه، کسایی که عقل سیاسی دارو میفهمه که اینا تصمیم گرفتن که داعش باید بزرگ بسازن. در منطقه اشاره داشته پیگیر صاحب، در همسایه های افغانستان گفته که تواناییش داره حمله کردن به پاکستان و ایران، در این گزارش آمده. کدام افغان بده ده اوجه؟ خود تاجکا بود حمله کرد، بره نیکرد. چرا نام تاجکستان نمیگیرن؟ حال چرا هر کس هر همسایه، حال یک تهران که از رای افغانستان تیر شد دوی عدیده تروریست بود، باید افغان ها ملامت است که از آسمان ما تیر شدن. حالا می گروه هایی که بالای ایران حمله میکنه، بالای پاکستان حمله میکنه، این گروه است که ساخت خودشان است. داعش نیست یعنی؟ ببین اون داعش که باید باشه، اون داعش خود از شام عراق محو شد. پس اینها یعنی داعش نیست؟ ببین این گروه های هستن که خودشان جور کرده. ببین اجده ها را ببین، شما اجده ها را نگاه میکنین، خب که تنها همسایه ها را خورده بره، او اجده ها که گشنه من خود صاحب خودم یکان روز میخوره. پاکستان هم یال رمی اجده هایی که در طول 44 سال در علیه ما جور کردن خودش هم میخوره. حالا جوابگو از او ماست و یا ایران ما میگه. حالا تهدید هست یا نه، تهدید فرامنطقه وجود داره نداره؟ ببینیم برای فعلا هیچ نوع تهدیده. من کدام گپ سازمان ملل متحد قبول بکنم؟ ببینید از یک طرف میگه که 29 میلیون ما نمیفوز، خدا منوز ما نفهمیم یعنی ما چقدر هستیم، 40 هستیم، 20 هستیم، 30 هستیم، ما نفوس ما معلوم نیست. سازمان ملل وقت حساب گرفت که 29 میلیون شوانه گشنه خواه میکنه، دقیق گفت. اگر ما گشنه خواه میکنیم پس این گروه ها رو کی نان میتن؟ ما خود ما نان نداریم، خود ما او نداریم، از گشنگی میمریم. دست ما طرف سازمان ملل متحد دراز است و خود سازمان ملل متحد هم میره تایید میکنه که 29 میلیون افغان شوانه گشنه خواه میشه. پس ما که گشنه خواه میشیم، این مصرف این گروه های تروریستی که سر ما تهمت میکنن مصرف اینجا ما از کجا میکنیم؟ تشکر نیازی صاحب. حالا تهدید واقعا در افغانستان در منطقه و فرامنطقه وجود داره نداره در حال حاضر؟ آیا جای نگرانی است و این گزارش که سازمان ملل و شورای امنیت اخیرا بیان داشته است واقعا جای نگرانی و جدی است و یا بی‌مورد و بی‌جاست؟ محمدی صاحب، من بازم سر حرف گذشته خود تاکید میکنم، اگر اینا واقعا تروریسم داعش و القاعده را یک تهدید میدانستند، در زمانی که در افغانستان بودن با تمام امکانات نظامی و ساز و برگ نظامی و امکانات مادی و تخنیکی و پولی که اینا داشتن، با
جبه امکانات استخباراتی چرا مبارزه نکردن؟ چرا نتالتن این را و 5000 یا به اساس محاسبه اجا در وقت اینا ما بارها شنیدیم، شاید پیگیر سبب شنیده باشد که در حدود 3 الی 3.5 هزار افراد داعش در افغانستان، چرا اینا موافق نشدن که او را از بین ببرن؟ بنان ما همونطور که پیگیر سبب ما مشخص یک تعریف از تروریسم نداریم. هر گروهی که منافع ما را تهدید کرد و برای ما تروریسم است. اگر منافع ما را در وجودی از او تامین شد و را بیاره بالای سر خود میشانیم و هیچ گپی هم نیست، دنیا گل و گلدار است. ما میفهمیم که جنگ استخباراتی است. داعش هم یک گروه خود جوش نیست که خودش از مادر داعش تولد شده باشه. کسایی هست حالا این نگرانی ها که رو به افزایش هست، درست دوست صاحب، حالا چی باعث شده که نگرانی ها افزایش پیدا بکنه در شرایط فعلی؟ حالا با گزارش اخیر شورای امنیت و حالا کارشناسان سازمان ملل نگرانی کردند، حتی گفتند که مرکزش به افغانستان و عراق میبرند، تهدید از بر منطقه و فرا منطقه، مثال داده برای پاکستان و همچنان ایران که حملات را انجام داده داعش. محمد عزیز، من فکر میکنم که از داعش که تهدید بزرگ برای از اینا در افغانستان حضور چین است، حضور روسیه است و یا دیگر کشورهای بزرگ. اینا نمیخواین که همونطوری پیگیر سه بشاره کردن، اینا نمیخواین افغانستان از دست بدن، بنابراین باید اینا بهانه های را بتراشن. شما دیدید که در سال 2001 که اینا زمانی که عملیات کردن در افغانستان که گویه ایجا اسامه بن لادن حضور داره و بنام از اوی قطعات ناتو و امریکا آمدن در افغانستان و بالاخره دیدیم که سر داعش از گریبان پاکستان برآمد و در اونجا کشته شد. هیچ کسی هم امروز تا امروز پاکستان نگو که چرا این چه میکردی آقای اسامه بن لادن. بعد از اون جنازه دورم کس ندید، گفتن که ما بردیم در بحر انداختیم که مایا بخوره. یک کلش واجه های استخباراتی است. فقط نیازی سه حالا ریشه این نگرانی ها چرا برای افغانستان همواره انگشت بلند میکنه سازمان ملل، شورای امنیت و همچنان کشورهای دیگه که تهدید است؟ حالا ریشه در کجاست؟ این نگرانی ها از کجا سرچشمه میگیره و چرا همواره افغانستان مورد توجه است؟ من خدمت شما عرض کردم، میمان گرامی با آقای پیگی سبم به این اشاره داشتم و از دایی سبم هرگاهی که بر افغانستان، چین یا روسیه یک کشور قدرتمند خود نزدیک میگونه، این روز صد و سالها بلند میشه، بانتراشی میشه، از خان آمر مخصوص میسازن. کسایی که میخواین بیان به افغانستان سرمایه گذاری بکنن، اونا رو میخواین فرار بتن، اونا دل خوش نکنن به افغانستان بیان. افغانستان حیثیت آقای نیازی بام دنیا را داره، درست. هر کسی که بام در دستش بود و تمام دنیا را ترسط کرده میتونه اینه بب. حاکم از بالا تمام منطقه. حالا به عنوان یک کارشناس نظامی شما اطمینان میدین برای مردم افغانستان و اطمینان میدین که این نگرانی ها بجاست و قابل تشویش و جدی نیست؟ من اطمینان نمیتم آقای محمدی. من چیزی را که میبینم برای خدمت شما گفتم که در زمان گیج امریکایی ها و ناتو و جمع در حدود 400 تا 500 هزار نیروی امنیتی افغانستان با تمام سازوبرگ نظامیش موجود بود، داعش بر شما مثال دادم که ساحات وسیع را در دسترس داشت. امروز شما یک قریه را، یک ولسوالی را، یک علاقداری را نشان بدین، شما که ادعا میکنین که داعش در افغانستان یک خطر است، بفرمایید. جای نگرانی نیست در حال حاضر در شرایط فعلی و سرکوب شده، قسمی که حاکمیت سرپرست گفته که گروه های تروریستی آنچنان حضور نداره در افغانستان، بخصوص داعش؟ ببینن آقای محمدی، همونطور که میمان ها اشاره کردن، امروز داعش یک پدیده جهانی است، همه جهان تهدید میکنه. امروز در کشورهای بسیار امن جهان اینا عملیات میکنن، اینا به ترور و اختراق و امو فعالیت های تروریستی خود ادامه میتن. شما هر روز از طریق رسانه ها میشنوین افغانستان که 45 سال جنگ گذشته، در اینجا تمام مردمش با اسلحه دسترسی دارن، اشرایی دارن و فقر و بیکاری و بیسوادی بیداد میزنه. یک بستر خوبی است، ولی در مقابلش مبارزه هم نسبت نیازی سر برمگرده به شکل بسیار جدیش
صورت گرفته و گروه های داعش و سایر گروه های تروریستی محو شدن، سرکوب شدن و این از حرم شمس است. سپاس. آقای زاهد، حالا مبارزه حکومت سرپرست در امر گروه های حراس افغانی به خصوص داعش، دیدگاه شما چی است؟ چقدر موفق بوده تا حالا و تا چه زمان این نگرانی ها ادامه خواهد داشت؟ جناب محمدی صاحب، دو نکته را من میخوام عرض بکنم. یکی که سوال شما جواب شد، حقیقت تروریستی یا خصوصا شاخه خراسان داعش مبارزه بسیار جدی کرده. مردم افغانستان را میفهمه و نظام حاکم هم را میفهمه و داعش به شکل عینی یا به شکل فیزیکی در منطقه از مناطق افغانستان وجود نداره. دیر همه ما میپذیریم. پس گفته میتونیم به بسیار جدیت و به بسیار اطمینان که در عصر حاضر داعش از افغانستان بر نیک به کشورهای دیگر و نه به مردم افغانستان کدام تهدیدی جدی نیست. این را میپذیریم همه ما. و از عملیاتی که در مقابل داعش در شرق افغانستان یا در شمال افغانستان صورت گرفته از طرف نظام حاکم و از طرف گروه هایی که هست در نظام حاکم، گروه های نظامی، مطمئن هستیم که مبارزه بسیار خوبی شده، بسیار بجایی شده و داعش سر خود بلند کرده نمیتونه. این یک موضوع. موضوع دومی است که جناب محمدی صاحب بیاییم که به یک حقیقتی باید داخل شویم و این حقیقت باید همه ملت افغانستان بفهمه. به طور مثال اگر نظام حاکم خودشان با داعش ارتباط ندارند، پس بیاییم که ملت افغانستان را اطمینان بدهیم که ما ارتباط با داعش نداریم و نه هم یک بخشی از پروژه آینده منطقوی هستیم. به طور مثال موافقت نامه دوحه امضا شد. امو زمایمی که موافقت نامه دوحه داره تا به امروز هیچ کسی از او خبر نداره که در زمایم از او چی نهفته است. پس بهتر امین است که زمایم این موافقت نامه بیرون شود، ترجمه شود به لغتهای مختلف و در حضور ملت گذاشته شود که در این موافقت نامه نظام حاکم همراه امریکایی ها چی چیزهایی را قبول کرده و چی چیزهایی را رد کرده و بر آینده منطقه چی چیزهایی را در نظر دارن و در کدام بخشا کمک کرده میتونن و در کدام بخشا از کمک کردن ممانعت کردن، گفتن که ما در توانمون چیزی نیست. پس میاییم در اینجا که اگر نظام حاکم همراه داعش 100% رابطه ندارن، پس بیاییم که موافقت نامه باید به ملت تشریح شود و گفته شود و روشن شود به همه دنیا که ما چیزی را در پشت پرده همراه امریکایی ها قبول نکردیم. اگر نکردن و اگر کردن پس ملل متحدی گفتنش که مثلا داعش در حالت رشد در سر افغانستان و میخواهیم که مرکز خود در افریقا و یا به افغانستان انتقال بدن، پس امکان دارد که درست باشد، به خاطر از اینکه امکان دارد که در موافقت نامه دوحه چیزی پذیرفته شده باشد که ما به حیث یک بخشی از بازی های سیاسی آینده در منطقه ما میپذیریم که اینی چیزها را باید در آینده ما خود معاملی بکنیم و برش بسازی بکنیم. پس بهتر امین خواهد بود که نظام حاکم باید موافقت نامه ای که امرای کشورهای غربی امضا کرده، موافقت نامه را باید بیرون بکند، ترجمه شود، در پیشوی ملت گذاشته شود تا ملت بفهمد که موافقت نامه نکته های منفی را ندارد، مبارزه در مقابل داعش در مابینش روشن هست، تا ملت بفهمد که در پهلوی نظام استاد شود و مشترکاً اگر این خطر در آینده به وجود می آید، ملت در پهلوی نظام در مقابل از این مشکل مبارزه بکند. حالا نگرانی ها در سطح و وضعیت افغانستان شما چگونه ارزیابی میکنن زاهد صاحب؟ و سازمان ملل با این نگرانی ها و همچنان شورای امنیت به دنبال چی هستن در افغانستان؟ چی را میخواین از افغانستان؟ من فکر میکنم که نظام حاکم در مقابل بعضی تقاضاهای ملل متحد تمکین نمی کند. ملل متحد باعث یک فشار بالای نظام حاکم میخواهد که از این پروژه هم یک استفاده بکند و از این تبلیغات هم یک استفاده بکند، به خاطر اینکه طالب و وادار بسازد که بعضی تقاضاهایی که ملل متحد و کشورها دارد است پیشش، به طور مثال باز کردن درهای مکاتب و مسائل دیگری که است، همه ما میفهمیم، تا زیر فشار بیاین و تمکین بکنن و قبول بکنن. تشکر زاهد صاحب. پیر صاحب، حالا واقعا حالا خواسته هایی که سازمان ملل و جهان و ایالات متحده دارد است
حاکمیت فعلی افغانستان، آیا این نگرانی ها سرچشمه میگیره از اونجا و تمکین صورت نمیگیره به این خواست ها؟ اگر تمکین صورت بگیره، تعامل صورت بگیره، فکر میکنه این نگرانی ها کاهش پیدا خواهد کرد؟ ببینید، خواهی که خواست ها و خواهش هاست که در پیش تریبون ها اعلان میشه، یکی خواست های پشت پرده است. این خواست هایی که از طریق تریبون ها اعلان میشه، این خواست های اصلی نیست. اگه شما فکر میکنید که امریکا از خاطر زنای افغانستان و از خاطر مکاتب و پانتون ها تشویش داره، اصلا نداره. نه حقوق بشر داره، نه حقوق اطفال داره، نه این سازمان هایی که به این نام ها جور شده، هیچ کس تشویش نداره. ده ای باور داشته باشید، اگر اونا واقعا در این مورد تشویش می داشتن، حالا می حالت نمی آمد. اونا ما بودن که می حالت سر ما آوردن. پس خواستای اصلی چی است؟ ببین، خواستای اصلی بیشتر بر شما یک اشاره کردم ها، که ما نباید با کشورهایی که علیه غرب است نزدیک شویم، بخاطر که عالی فشار اینمی سازمان های بین المللی، شورای امنیت، همش دست امریکاست. ببینید، اگر 5 عضو دائمی سازمان ملل متحد است، 3 تایش امریکایی است و این 2 کشور هم که از سخت وابستگی اقتصادی داره با امریکا، مثلا چین است، سالانه از 900 میلیارد تا 1 تریلیون دلار تجارت داره با امریکا. اونا نمیخواین که 1 تریلیون دلار از دست بدن به خاطر افغانستان. بنان ایجش دست افغان هاست که چگونه از این وضعیت امروزی جهان ما به نفع مردم افغانستان استفاده بکنیم. حالا حاکمیت سرپرست بگفته ایتون چی گونه باید همین وضعیت به نفع خود حالا بچرخانه؟ ببینید، خب اول خب این کار بکنه که خود زیر به رسمیت بشناسن. حالا حکومت در جهان، در دیدگاه جهان در افغانستان وجود نداره، اینا رو کس به رسمیت نمیشناسن. پس اول کار بکنه که خودش از یاره بشناسه، خود از این جنجال بکشن، بعد از او به فکر مردم افغانستان شوند. این کار ما نمیکنیم و نکردیم در طول بیش از 2.5 سال. از کدام طرف نشده؟ طرف فرامنطقه و منطقه یا از افغانستان؟ ببینید، خب هیچ وعده بین که میشه افغانا عادت پیدا کرده میشور میخورن خارجی ها رو ملامت میکنن. ما چی کردیم در وطن؟ ما منتظر هستیم که بسیاری ها در غرب در ششتن دول در دستشان زده رایستن که بن 2 جور شد، که بن 3 و بن 5 و بن 6 آورده بره ما رو. به نوبت دیروز بابا کلانان ما بود، امروز نوبت پدرهای ما، سبا نوبت خود ما است. اینم تو نواسه و نواسه ما بن جور شده میشه و ما رو روان کرده میره و رئیس جمهور و صدراعظم و وزیر شده بریم. بسیاری ها در این خوش هست. افغانایی که در داخل مثلا امارت اسلامی افغانستان که هستن، اینا هم دمی هر که در آمدن دیگه میگه من کلاشنکوف دارم، یک 4 تا توپ که خدا کار میته نمیته بر مانده، این سیستم به زور توپ تام حکومت کده میرم. اینا هم به فکر مردم افغانستان نیستن. اگر در مجموع منفی 4 تا دزه که در طول 30-40 سال، 20 سال نمیگم، در طول 40 چند سال امتحان خود به مردم افغانستان دادن، ما همه گی دست یکی کنیم، روی یک میز بشینیم، به خاطر حال و آینده افغانستان تصمیم میگیریم، دیگه حاجتی نیست که هر روز ما بشینیم که امریکا در مورد ما چی میگه، باز ما هر روز بیاییم در بحثای سیاسی که والا امریکا خفه شده. در این شرایط مردم میتونه تصمیم بگیره؟ چرا نمیتونه؟ ببینی خب از چی طریق، از کدام میکنه؟ از 100 طریق است که مردم افغانستان مثلا ببینین حکومت است نی 2.5 سال زدی که از برسمیت نشناختید، فرمایش ها مروز زیاد شده میره، قصدن عالی فشارم به دست کشورهای تمام جهان دادی. ببینید در اکثریت موارد
نظریات تمام جهان واحد از مورد افغانستان. مثلا ما شما پایدم یک موزه کردیم که والا اگه مکتبه را باز کنیم وقت کار داره، یک 30-40 سال کار داره تا که ما طرح جور کنیم و بازو بیشینیم و فیصله کنیم. خواسته ببین. های مکاتب حقوق بشر فرعی از خاص اصل خاص ببینید ببینید خب ببینید خب ولی همی آلی فشار کی دستشان داده؟ ما اگر اینمی آلی فشار ما دستشان نتیم نه امارت اسلامی افغانستان مستقیم از آخرش میگیره میگه روش کده ما گپ بزن چی میخوای؟ آلا خود چی میگیش؟ مکاتب باز کو، حقوق بشر مراحات کو، تشکر پای گیرسه دخترها بانک در مکتب و پانتون بره حق کار برشان با حکومت فراگیر همه شمول این چی دستش داده؟ ما یالا رو دستشان دادیم. سپاس ممنون. نیازی صاحب حالا نگرانی ها چی باید شود که خاتمه پیدا بکنه و برای کاهش این نگرانی ها کدام گام ها میتونه مؤثر و مفید واقع شود؟ محمد جب سوال بسیار خوب را کردن، این که دنیا در مورد ما چی قضاوت میکنن، چی تصمیم میگیرن، این را کنار میداریم. این که ما افغان ها چی مسئولیت داریم، خوب است روی زید هم تمرکز داشته باشیم و بحث کنیم ما چی مکلفیت داریم، حکومت ما امروز که آمده حاکم است چی مسئولیت دارن. شما ببینه همه امروز تمام دنیا اگر او کشورهای خارج است و اگر در داخل افغانستان است همه همه یک شعار است که چرا در دروازه‌های مکتب بروی زنها و دخترها بسته است، چرا حق کار ندارن. او یک بهانه است که خارج از اینا استفاده میکنن. چرا ما این بهانه را بزنیم؟ خب در دین اسلام در هیچ جای از کار و تعلیم زنان ممانعت صورت نگرفته. دین اسلامی حق برای زنان داده. چرا ما این بهانه را ما بعد از 2.5 سال ما نتانستیم که یک راه معقولی را برای تعلیم و کار دخترها به اصطلاح یک راه حل پیدا بکنیم؟ تا چی وقت دنیا میره میگه که شما حکومت سرپرست هستی، حکومت سرپرست از لحاظ حقوقی و از لحاظ سیاسی آنقدر مشروعیت نداره، قراردادها یا سایر مسائلی هست، تعاملات با دنیا. چرا ما نتانستیم حداقل یک انتخابات کنیم، یک لوح جرگه دعوت بکنیم، همین مشروعیت کسب بکنیم؟ ما چرا نتانستیم در دروازه های مکتب بروی دختران باز بکنیم؟ شما باور بکنین که اگر امی زرا و دخترا به کار بره، به مکتب برن، اقتصاد مملکت پیشرفت بکنه. اینا در اقتصاد مملکت همچنین اینا نصف از نفوذ همی جامعه هستن. ما نمیتونیم اینا رو با شدن در وضع مکتب حتی زمینه کار فراهم میشه و این بهانه ها از بین میره. دیگه خارجا برشان بهانه نمیمونه که بیاد افغانستان مداخله بکنه. حالا خب میگه بدر حکومتت غیر قانونی، انتخابات نکردیم، حقوق زنان هم ترک کردیم. خود این بورد در حالی که دین اسلام هم منع نکرده ما چی گفتنی داریم؟ یعنی نکته است که اما نکته ضعف ماست و یعنی نکته است که خارجی ها بروی ما بکشانند. چرا ما می بهانه ها را، چرا می نکته ها را از بین نبریم؟ اگر ما مسئله جای است ما میشه که ما کاتب از طرف به دو تایم تا به سه تایم بسازیم، یک تایم تو بره باز پیشین بره باز دیگر تایم از طرف شام بره، این خود هیچ مشکل نیست. شما در تمام دنیا اگر برین این مکاتب را که شما در اروپا در امریکا میبینین آقای نیازی، اگر در اصل موضوع صحبت داشته باشیم که در مورد نگرانی هاست، برای کاهش نگرانی های امنیتی چی باید کرد حکومت سرپرست؟ برای کاهش نگرانی های امنیتی ببینن محمدی سه یک فرمان را، یک دستور را، یک امر را مراقب صادر کرد که بعد از این هیچ کس نمیتونه بدون لباس نظامی در شهر گشت و گذار بکنه. این به همه افرادی که در دولت هست یا در نیروهای امنیتی هست مخصوص در وزارت دفاع. ولی امروز ما میبینیم که امو فرمان یا امو امر تطبیق نشد به خاطر از اینکه ما
امنیت بهتر به وجود داره. خوب است که ما اول خود ما خود را اصلاح بکنیم، دسپلین پذیر باشیم. خوب اگر امروز داعش میایه با لنگی، با ریش، با پتو حملات میکنه و تعداد از برادرای طالبان مفت نیروهای امنیتی هستن، اینا هم با این پتو و ریش هیچ فرق نمیشه که آیا این آدم عسکر است، این پلیس است، این اردو است، این امنیت است و یا این هم یک ترورست است یا یک جانی هست یا یک عضو القاعده است. مردم پیشانی چون نوشته نیست که مردم بفهمند. این همی راه های است که ما را تشکر. با طرف امنیت تا زمانی که نظم حاکم نشه، قانون حاکم نشه، امنیت خود به خودی به وجود نبه. بنابراین این همی راه های است ما باید در نظر بگیریم، قانون تطبیق بکنیم و به اصول و مقررات خود ما احترام کنیم تا دیگر احترام برمیگردیم در جنبندی با شما. زاهد صاحب، حالا چه زمان نگرانی ها خاتمه خواهد یافت و برای پایان دادن چی باید شود؟ جناب محمدی صاحب، من در صحبت‌های سابق خود اشاره کردم که اگر موافقتنامه دوحه امو زمایمی که پشت پرده هست و پوت هست و امکان داره که باز یک وقتی که امو وقت نظام حاکم خلاص شود و در او وقت آشکار شود به خاطر تغییر از آن مردم، خب است که امیال آشکار شود تا ما بفهمیم. امکان داره که این مشکل مکاتب دخترها، وظیفه زنها، این می چیزا در مو موافقت نامه یک چیزی در موردش گفته شده باشه که می باید بسته میشن دیگه. من همین موضوع را هم میال اشاره میکنم که موضوع تهدید داعش در افغانستان فعلا وجود ندارد، نه به خود افغانستان، نه به حکومت افغانستان، نه به مردم افغانستان و نه به خارجی ها. لیکن اگر در آینده در مورد از این چیزی حرکاتی صورت میگیرد و چیزی تصمیمی گرفته میشود، اول باید موافقتنامه دوحه دیده شود که آیا در دوحه این فیصله صورت خو نگرفته که یا پذیرفته باشند که ما یک وقت به خاطر پیش یک بخشی از بازی ما میخواهیم امرایتان همکاری میکنیم که داعش در اینجا فعال شود به خاطر این که شما از آنها استفاده بکنید به خاطر فشار آوردن به کشورهایی که موافق هستند امرای روسیه و از روسیه حمایت میکنند. پس به همین خاطر است که تا که ما بعضی چیزهای اساسی را به خاطر اینکه ملت خود در پهلوی خود استاد بکنیم و ملت با آگاه باشه او را انجام نتیم، ما نمیتونیم که تهدیدها را در پیشرویش استاد شویم. جناب محمدی صاحب، امروز بسیاری چیزها به ملت معلوم نیست که موافقت نامه دوحه چی بود و چی در رو گفته شده بود. ما خودم فکر میکنیم حالا به این نتیجه رسیدیم که بعد از 3 سال وقتی که دروازه مکاتب باز نمیشه که یک موضوع اساسی و تقاضای اساسی مردم افغانستان است، از این معلوم میشود که نظام حاکم در موافقتنامه دوحه قد امریکایی ها ایرا گفته که ما مکاتب دخترانه را اجازه نمیتیم، زنها را از وظیفه میکشیم و هم امرایشان قبول کردن و این در زمایمش وجود داره. به خاطر از این نظام حاکم هیچ پروای از این گپ ندارد و هر اندازه ای که تبصره میشه سر از این موضوع نظام حاکم هیچ عکس العمل نشان نمیده. از دقیقش نیست که همین زنها هم یک بخشی از انسان‌های افغانستان هستند یا نیستند، یا به حیث یک انسان حق دارن یا ندارن. پس از این معلوم می شود که از این چیزی مطمئن هستند که غربی ها امرای ما پذیرفتند. پس بیاین که ملت سازی بکنیم، مفکوره سازی بکنیم. ملت ما در این وقت به وحدت ضرورت دارد و پیش از وحدت باید به ملت خود همه چیزها را روشن بسازیم. قسمی که جناب نیازی صاحب اشاره کرد، امروز در داخل شهر کابل و در همه افغانستان اشخاصی است که پوزهای خود را پیچاندند، دستمالا را سر خود دور دادند، مویای دراز دراز دارند، لباسهای افغانی در جانشان است، پاچایشان بلند بلند، همه ایشان هیچ شناخته نمیشه که اینها کی هستند. اینها داعش هستند، اینها القاعده هستند، اینها طالب هستند، اینها گروه های نظامی دولتی هستند، کی هستند؟ یعنی به هزارها بار میره در برنامه تکرار کردیم به نظام حاکم پیام رساندیم که باید یک نظم و دیسپلین داخلی را ایجاد بکنیم و من فکر می کنم نظام حاکم هم عاجز است به خاطر از اینکه اینها یک وقت گفته بودند که موی ماندن سنت است. همین یالایی که یال فعلا ماندن، حالا در مورد نگرانی های امنیتی آقای زاهد اجازه بدین آنی که برشان میگه که مثلا نیست سنت نیست اگر هم کنین توان ازیر ندارن. حالا تهدید حساب میشه آقای زاهد افغانستان در حال حاضر یا نه؟
جناب محمدی صاحب، فعلا داعش در افغانستان نه به مردم افغانستان تهدید است و اندازه ای که تبلیغات میشه و نه برای خارج از افغانستان تهدید هستند. ما میبینیم که چند عملیات در دو نیم سال تقریبا بسیار عملیات جزوی صورت گرفت در داخل افغانستان که او نشانه از این نیست که او را خامخواه 100% داعش انجام داده باشه. پس گفته میتونیم با اطمینان کامل اگر بعد از این کدام پروژه جدیدی شروع نشود به نام داعش، تا به این حال داعش نه به مردم افغانستان و نه به بیرون از مردم افغانستان، بیرون از خاک افغانستان برای دیگر دنیا تهدیدی وجود ندارد. ممنون، تشکر آقای زاید. بصره جنبندی میکنیم پیگیر صاحب، حالا چی باید کرد در پی این نگرانی ها؟ حکومت سرپرست کدام اقدامات را باید بردارن؟ ببینید، حکومت سرپرست پیشتم اشاره دادم که کوشش بکنه که اول خود سر مردم افغانستان و جامعه جهانی به رسمیت بشناسه در قدم اول، و در بسیاری مسائل ما بین خود بشینن موضوعات حل بکنن. در بسیاری مسائل من میفهم ما بین خود مشکل دارن، بعد از او امرای مردم افغانستان بشینن موضوعات حل بکنن. ببینید، پیشتر دوستای ما گفت که کشورهای جهان تشویش داره و در مورد یونیفرم یا کلی میاله از خانه که بیرون رو یک نیپا می اون وقت می فلم برداری میکنم، میبینم که اینجا عسکر نیست، کلی یا داعش واره میگرده یا القاعده واره میگرده. شاید همی کمپایی را که جامعه جهانی سرش تبصره میکنه شاید این کمپایی باشه کجا اردو و پلیس با تربیه میشه، ولی یونیفرم نیست. اونمو در نظام که یک دیسپلین خاص جمع نظام که نبود، او عسکری نیست. حالا خو نیست، حالا خو وزیر صاحب دفاع اونقدره که باید در جمع نظام یک عسکر قوی باشه که نیست. همچنان سایر جنرال هایی که هستن کو عسکر که جهان ببینه که ما اینی اکادمی ما سینی جاییست که پلیس تربیه میشه، جاییست که عسکر تربیه میشه، نیست. برای اون کل اگه بمو یک مام پیرانتنبان دارم، صدراعظم مام، وزیر صاحب مام، داعش هم، القاعده هم، کل ما یک رنگ هستیم. پس بیاییم که فرقیت ها رو جور بکنیم، نظام رو جور بکنیم، نظام تعلیمی خوده، نظام سیاسی خوده، نظام نظامی های خوده، کل چیز جور بکنیم. اون روز که یک حکومت صحیح بدون از او همه تا گلگل میری باشد، فکر نمی کنم که نمای جایی برسه، نه انتقاد های جامعه جهانی کم خواهد شد. تشکر. چی باید شو و نیازی صاحب، دیدگاه شما چی از عنوان یک کارشناس نظامی؟ سوال بسیار مهم و اساسی است. باید اصلاحات به وجود بیاید، باید افراد بی‌سواد، کم سواد، نافهم که اونا نه از قانون خبر دارن نه هیچ چیز خبر ندارن، اونطور افراد آشخاص باید در خصوصا در پست‌های بسیار مهم و بلند باید گمارشن نشود. کار باید به اهل کار سپرده شود، ملت در آغوش گرفته شود و از فرار کدرها جلوگیری شود. محمدی صاحب، شما ببینید امروز واقعا یه یک بی‌انصافی است که یک کسی که مثلا چهار مدرسه خوانده به جهاد از جا، به مسائل مذهبی از جا، به همه چیز از جا با تمام احترام، ولی اونا باید بره به با مسلک خود. نمیتونه که یک ملا بیایه پیلوت شود، نمیتونه یک ملا بیایه انجینر شود، نمیتونه یک ملا بیاید دکتر شد. و حداقل امروز جنرالای ما، امروز دکترای ما، پروفسورای ما، اهل خبره ما یا در حال فرار هستن یا فرار کردن یا در کوچه های کابل پیاز و کچالو میفروشن. یعنی انصاف نیست، یعنی چیزایی است که این مستقیما رب به امنیت در زمانی که در یک اجتماع، در یک جامعه عدالت حاکم نباشه، خود به خود اونجا نام نیمه، خود به خود اونجا مردم بالاخره در مقابل نظام ها میخواه، مردم نظام عادل میخواه. نظام عادل به این معنی که اینا همه مردم را باید در آغوش بگیرن، گذشته از اینکه پشتون است، تاجک است، ازبک است، هزاره است، کار به اهل کار سپرده شود. هر کسی که لیاقتش و شایستگی را داره
و نمره باید ما ارزش بدهیم و ما داره میتونه ما تشکر نمیگیم که مجلسات. او خائنین که در نظام گذشته بودن و وطن چوب کردن چپاول کردن اونا رو بیارن، نه، کسایی که در 45 50 سال شاید دوستایی که تشکر میمان با مزرعه فرصت تمام است با ما موافق باشن، کسایی در نظام بودن که در 50 سال 40 سال برای جا فرصت کار داده نشد، اگر بودن هم در پست بسیار پسیف ممنون نیازی صاحب تشکر وابسته کسی نبود به اون افراد اشخاص مسلکی کار داده شود نظام اصلاح شود اصلاحات به سپاسگزارم نیازی صاحب از شما تشکر ممنون شما باور بکنن که اگر اینا ملت در آغوش بگیرن عدالت تامین بکنن بهترین حکومت در روی دنیا تشکر نیازی صاحب و کل ملت از ما استقبال خواهد کرد سپاس آقای زاید گرچه اشارات داشت به عنوان راهکارها ولی راه حل چی میتونه باشه بگونه فوری جناب محمدی صاحب اگر نصاب تعلیمی مدارس دینی فعلا که به نام مدارس جهادی در افغانستان یان بشه اگر نصاب تعلیمی اینها تجدید نظر نشود و یک نصاب تعلیمی اصلی ساخته نشود ایره یاد داشته باشین همین کسایی که از این مدارس دینی فارغ میشن بعد از 10 سال ای همه ایشان میره به طرف گروه داعش ایره یاد داشته باشین به خاطر از اینکه من هم به حیث یک افغان و به حیث یک مسلمان از همین مدارس فارغ شده ایم و نواقصی که در نصاب تعلیمی مدارس دینی وجود دارد برای من معلوم است و مفکوره ای که برای طلاب داده میشه در این مدارس به من واضح تر معلوم است و من نواقصش همیشه گفته میتونم و تشریح کرده میتونم این یک موضوع موضوع دومی است که بار بار گفته ایم از طریق برنامه ها برای نظام حاکم تشریح کرده ایم که قرآن برتان میگه احادیث برتان میگه که امانت به اهلش بسپارین بلیاز خدا بلیاز قرآن بیاین یک وثیقه ملی را بسازین که در او مصالح ملی تشریح شده باشه او را به همه افرادی که شما او را افرادی که صادق هستن امین هستن مسلمان هستن دزد نی دزدا معلوم است که در افغانستان کی دزدی کرد خائن هم معلوم است وطن فروش هم معلوم است همه اش معلوم است لیکن این وطن اولادای نیکوکار هم داره اولادای مخلص و متخصص هم دارن از بیرونش بخواین اون مو وثیقه ملی را در پیشویش ببانین که مصالح ملی در اونجا تشریح شده باشه از پیشش قسم بگیریم که به نیمی راه کلی ما میریم امنون. کشور را بسازیم بعد از او برشان امانت برش بسپارن ای که هر چیز تو به ملا میسپاری تشکر بعد از او باز اعلان میکنی تمام که والا ما از غیر ممنون. از ملا دیگه نصیحت کسی رو نمیشنویم و ما به خوش دیگه کسی حکومت رو جور نمیکنیم از این معلوم میشه که تو اصلا قدیم ملتت مبارزه میکنی و دهی مبارزه ناکام تشکر زاید صاحب سپاس از مهمانان در این بس آقایان هر یک محمد سلیم پیگی رئیس حزب متحد فکری افغانستان غلام سرور نیازی آگاه امور نظامی و نجیب الله زاهد استاد دانشگاه از حضورتان با آخر خط و از شما بیننده ها نیست سپاس که تا این دم برنامه را بیننده بودین وقت بخیر خدا نگهدار